همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما. استفاده از شعار امیر حسین موسوی در تجمع امروز ستاد انتخاباتی مسئول پزشکیان در ورزشگاه شیرودی اعتراض بسیاری را برانگیخت. در تجمع حامیان مسئول پزشکیان در ورزشگاه شیرودی ضمن سرداده شدن شعار یا حسین میر حسین، برخی از حاضران پوسترهای میر حسین موسوی را هم در دست داشتند. پیشتر نیز هواداران مسئول پزشکیان شایعه حمایت میر حسین موسوی از راهبران در حصر جنبش سبز را منتشر کرده بودند. نرگس موسوی در رابطه با این شایعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ضمن انتشار پوستر دروغ ممنوع نوشته بود همچنان دروغ ممنوع. وبسایت کلمه نیز در اطلاعیه‌ای منتسب به میر حسین موسوی گفته است که با توجه به انتشار اخبار و نقل قول‌هایی در برخی محافل و منابع، هر گونه اعلام موضعی از سوی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نامعتبر است. وبسایت کلمه از سال 88 اخبار و بیانیه‌های میر حسین موسوی را منتشر می‌کند. به نوعی با انتشار این بیانیه به مردم ایران یادآوری کرده است که فریب جنجال‌های انتخاباتی که ساخته و پرداخته دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظام هستند را نخورند. در حالی است که مردم ایران حالا دیگر حتی از رهبران جنبش سبز و از میر حسین موسوی هم عبور کردند و به نظر می‌رسد که حتی اگر شخص میر حسین موسوی بار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری شود، باز هم در پای صندوق رأی رفتن مردم تأثیری نخواهد داشت، چرا که مردم ایران از اصل جمهوری اسلامی گذر کردند. صحنه 14 دوره انتخابات نمایشی ریاست جمهوری از سمت دیگر با بازیگری محمد جواد ظریف در روزهای گذشته به معنای واقعی به سیرک تبدیل شده است. درگیری های جریانات درون حکومت به جایی رسیده که رهبر جمهوری اسلامی از تریبون رسمی درباره مواضع به گفته خودش دشمن پسند و دشمن شادکر نامزدها تذکر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی به یکی از بازیگران گرم کردن تنور سرد انتخابات در روزهای گذشته تبدیل شده است و تلاش کرده به شهره محوری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برای یک نامزد دیگر تبدیل شود که اصلاح طلبان رژیم تا همین چند وقت پیش او را جزو خود نمی دانستند. به نظر می رسد حضور ضعیف و انتقادآمیز مسئول پزشکیان در بازار انتخابات و با توجه به اینکه او نتوانست به دو قطبی کردن فضا برای جلب توجه افکار عمومی موفق عمل کند، اصلاح طلبان با چراغ سبز علی خامنه‌ای محمد جواد ظریف را وارد صحنه کردند. حضور محمد جواد ظریف و عربده کشی های عصبی او از پشت تریبون بیش از آن که جمعیت خاکستری را برای شرکت در انتخابات تحریک کنند، با اعلام انزجار و تمسخر افکار عمومی روبرو شده است. گویی او هم آمده تا مانند بقیه نامزدها مردم را به تحریم تشویق کند. محمد جواد ظریف جمعه گذشته با حضور در گرد همایی تبلیغاتی مسئول پزشکیان در شهر کاشان با فریادهای مکرر و حالتی غیر طبیعی پشت تریبون حاضر شد. او وقتی با شعار شماری از حاضران که خطاب به او فریاد دروغگو دروغگو سر دادند روبرو شد، با فریادهای مکرر و چشمانی دریده از پشت تریبون چندین بار فریاد زد: هیهات من الذله، هیهات من چای دبش، هیهات من چای دبش. او در ادامه گفت: یادتان نیست که نانماینده کاشان که روزگار من را در مجلس سیاه کرده بود گند چای دبش را درآورد. ببینید همه اختلاسگران از آغاز تاریخ تا آخرش را بیاورید به اندازه چای دبش نمی شود. این فریادهای کی بود من نبودم در حالی سرداده شد که اسناد مربوط به فساد بزرگ گروه کشت و صنعت دبش با برند تجاری چای دبش با رقم 3,370,000,000 دلار معادل 140,000,000,000 تومان از سال 98 و در دولت حسن روحانی آغاز شده و در دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافته است. محمد جواد ظریف اما با ریاکاری برای فسادهای گسترده که در طول 8 دولت حسن روحانی رخ داده، از جمله از سوی حسین فریدون برادر حسن روحانی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سمت
محمد مهدی آخوندی، پسر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، و محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، دیگر وزیر راه دولت روحانی، فریادی نکشید. محمد جواد ظریف همچنین ادعا کرده که ما سرکوبگر اقلیت نیستیم، مثل اقلیتی که سرکوبگر اکثریت شده است. او در سخنانی شعارگونه گفته است که ما به اقلیت احترام میگذاریم و توهین نمیکنیم و مثل اقلیتی نیستیم که با مردم با چماق برخورد میکنند. این همه دروغ در حالی است که یکی از بزرگترین سرکوبهای شهروندان در اعتراضات آبان 98 با 1500 کشته و هزاران زخمی و بازداشتی در دولت حسن روحانی رخ داد. همچنین برای نخستین بار قطع سراسری و بلند مدت اینترنت در ایران توسط دولت حسن روحانی و با نقش‌آفرینی محمد جواد آذری جهرومی از دیگر چهره‌های فعال در ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان رخ داد. شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مورد حمایت تمام عیار اصلاح طلبان است در دی ماه 98 هنگامی رخ داد که دولت حسن روحانی با وزارت خارجه محمد جواد ظریف سر کار بود. محمد جواد ظریف وقاحت و تزویر را به آنجا رسانده که حتی در تور انتخاباتی با مسعود پزشکیان بر مزار جان باختگان حمله موشکی به این هواپیما هم حضور پیدا کرد. ظریف بود که در فایل صوتی اعتراف کرد که به سرداران و رهبری نظام در ارتباط با پنهانکاری های رژیم در مورد این فاجعه گفته است که اگر آنها موشک را زدند به او بگویند تا علاج کند. با چنین کارنامه‌ای که خانواده جان باختگان این پرواز نیز به نمایش اصلاح طلبان واکنش نشان دادند و این اقدام ظریف را به عنوان سخنگو و نیروی نیابتی و پزشکیان وقیحانه دانستند، حالا او می‌خواهد مردم را به پای صندوق‌های رأی بیاورد. محمد جواد ظریف در حالی در شهرستان‌های مختلف لاف عدم سرکوبگری می‌زند که وقتی وزیر امور خارجه دولت روحانی بود در واکنش به محکومیت اعدام شهروندان معترض و فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی گفته بود این اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و ما به مقابله با این معضل افتخار می‌کنیم. محمد جواد ظریف همچنین در کاشان در حالی که تلاش می‌کند خود را ذوب در علی خامنه‌ای و معتمد او نشان دهد با سخنان اینطور القا کرد که اصلاح طلبان ظاهراً رقیب اصلی خود در انتخابات 8 تیر ماه را سعید جلیلی می‌دانند. او گفت قاسم سلیمانی گفته بود که اگر جلیلی رئیس جمهور شود من نمی‌مانم. او در سخنانی مطرح کرد که دوستان خودتان در حزب پایداری گفتند که سلیمانی گفت اگر جلیلی رئیس جمهور بشود من نمی‌مانم. او در ادامه گفت که آن صحبت‌های سلیمانی را نشنیدید که گفت آن دختر بد حجاب هم دختر من است؟ نشنیدید؟ چرا روی سرش باتم زدید؟ شما میراثدار سلیمانی نیستید. با خون شهدا کاسبی نکنید. مردم ایران اگر می‌خواهید این اقلیت پرگو به خانه‌های خود برگردند، روز جمعه از خانه‌های خود بیرون بیایید. او در این سخنان نشان داد که نقش ویژه او در سیرک انتخابات با این نمایش مضحک و عصبی کشاندن مردم پای صندوق رأی و فقط بالا بردن حضور رأی دهندگان در انتخابات است. مسئول پزشکیان نامزد اصلاح طلبان در تایید این هدف شامگاه پنجشنبه 31 خرداد ماه در دومین دور مناظره های انتخاباتی گفته بود هر کس به ستاد من بیاید میپذیرم چون میخواهم رأی بگیرم. و افزود هیچ برنامه ویژه‌ای برای اداره کشور جز سیاست های کلی مقام معظم رهبری ندارد. پزشکیان همچنین تأکید کرد که خط قرمز من سیاست‌های رهبری نظام است. درگیری میان 6 نامزد حکومت همچنان در جریان است و نمایش آنها نیز نتوانسته مانند نقش‌آفرینی محمد جواد ظریف بر افکار عمومی مؤثر باشد، در حالی که همزمان از عمق افتضاح و فسادی که در ساختار جمهوری اسلامی جاری است بیش از پیش پرده برداشته شده است. فضای انتخاباتی که جمهوری اسلامی به دنبال پرشور شدن آن بود حالا به فضای مسموم علیه خود حکومت تبدیل شده است و به همین دلیل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که از سوی نامزدها و مشاوران و فعالان ستادهایشان حرف دشمن پسند زده نشود. او گفته من توصیه هم این است که این مباحثاتی که آقایان نامزدها در تلویزیون با هم می کنند یا اظهاراتی که می کنند یا در جمعشان یا تک تک
این اظهارات موجب نشود که یک نامزدی برای غلبه بر رقیب حرفی بزند که دشمن شاد کند ما را. 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 4 دیگر جمعه 8 تیر ماه برگزار خواهد شد و این نمایش زود هنگام پس از سقوط مشکوک هلیکوپتر و کشته شدن ابراهیم رئیسی معروف به قاضی مرگ که یک شنبه 30 اردیبهشت در ارتفاعات استان آذربایجان شرقی روی داد برگزار می شود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.